و بهرام همچنان سیار. دوست دارید که تو زندگیتون پیشرفت کنید؟ دوست دارید به رویاها و آرزوهاتون برسید؟ یا بهتر بگم دوست دارید که بعد از مدت 6 ماه 6 تا وای که نه یعنی 6 تا از چیزایی که دوست دارید رو برای خودتون بخرید و آسایش رو برای خانواده خودتون درست کنید و بیارید پولدار خیلی خوب هر چیزی که میخواید بخرید. یا بذارید اینجوری بگم دوست دارید که یه تغییر اساسی توی زندگیتون بدید؟ تو به جای من بودی میخواستی؟ به فرزندی قبول کن. چی؟ به فرزندی بچه یعنی پسرتون باشم که با هم دیگه اینجا باشیم. کی تو رو فرستاده؟ منو هیچ کسی نفرستاده. من خود من شما زنگ نزدین گفتیم بیام. من اومدم دیگه. ببینیم فکر کنیم ببینیم قشنگ 25 سال پیش یه بچه قنداقی گم نکردید تو جوب بذارید برو بیرون. نه من نمیرم بیرون. برای چی باید برم بیرون؟ من همینجا میمونم اصلا. اینجا به این قشنگی برای چی اصلا بیرون چه جایی هست که من برم؟ من میخوام همینجا بمونم. ببین من خیلی فکر میکنم آقا خب و همیشه وقتی فکر میکنم توی فکرم اینجا رو میبینم. من الان توی رویاها من اینجا دوست دارم اینجا این باغ این خونه چراغا گلا استخر نگاه کنیم ببینید اینجا پر آب میشه میان شنا میکنم من اینا اوف اوف خیلی چیزه. من اینجا رو خیلی دوست دارم. من آقا توی رویاهای خودم هستم مثلا وسط رویاها و میناها من اینجا دیدم دیگه بابا من میدونم کجا دارم میرم چی کار دارم میکنم الان بابا من اینجا قشنگ میشناسم من اینجا هزار دفعه اومدم اینجا این استخره که خب الان حالا آب نداره بعدا همش آب داشت این تاب من میشینم روش صبح شما منو تاب میدید شبا من شما تاب میدم همش همدیگه رو تاب میدیم اینجا قدم میزنیم راه میریم با همدیگه ازدواج میکنم زنم میاد اینجا با همدیگه اسماعیل رو نمیذاریم بیاد اینجا ها من اینجا رو دیدم میدونم بابا 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 در باز کن حداقل یه بار دیگه صورتتو ببینم پدر در باز در حیوانی بهرام دانا کناره ای گوهرم گوشی نگه دار خودشه لعل من خودشه پسرتو دیدم تو لباس آل کاپونی بیا و ببین گاهی واقعیت مسیری قصه رو عوض میکنه و گاهی شایعات نکنه یه وقت قاچاق چی شده باشه تو هیچ چیزت با آدم های موفق نمیخوره این شکم چیه به هم زدی؟ راست میگه دیگه. نه اهل ورزشی نه اهل کتابی نه مطالعه درست حسابی داری نه سحرخیزی اوه نه واقعا به چه دردی میخوری شما نه کاری نه باری نه بزرش نه فعادت نه کتابی نم سر بزر این برنامه نبود هفته یه بارم همون نمیرسیم تو که همه یه امکانات ناموفق بودن رو داری چرا میخوای به خودت فشار اضافه بیاری؟ همون ناموفق باشی که بهتره نه ترکی اینجوری بجام استخن اونو آب کنی خودتو چی کار میکنی ها؟ چیه؟ من درست میشم نه من نمیتونم پوزتو میدم
کسافت زندگی میکرد. اه اه چیه؟ ثروتمند شوید دیگه، یا بیاندیشید یا ثروتمند شوید. چند تا بر آدم اعتماد راه بهتر زیستن، هنر برقراری رواب رمز و راز موفقیت در کسب و کار. اسماعیل برای اینکه شبیه آدم های موفق بشه مطالعه میکرد و تخمه نمیخورد، مطالعه میکرد و مطالعه میکرد تخمه نمیخورد. اسماعیل واقعا تصمیم گرفته بود که عوض بشه، ولی مسیر دشواری رو در پیش رو داشت، به خصوص موانع سختی در برابرش قد علم کرده بودن. دو دشمن قسم خورده اسماعیل که میخواستن هر جوری شده پته اسماعیل رو روی آب بندازن. مراجعینه بعد برشون سهم بخریم. بعید میدونم امروز برسم چون خیلی برنامه کاریم بیزیه. آقای ترابیان، شما فکر واقعا کار کردن تو دفتر کارگزاری به این سادگی ها؟ نه اصلا اینطوری فکر نکردم، برای همینم دارم نهایت تلاشمو میکنم همونطور که میبینید. ببینین آقا، چه نهایت تلاشتون رو بکنین چه کمترین حد تلاشتون رو بکنین، بعد این پرونده ها رو برای من تکمیلش کنین. خانم کیایی، شما رئیس من نیستید که به من دارید میگید چی میخواید چی نمیخواید. شما این پرونده رو بردارید ببرید، وقتی گفتم بردارید بیارید. بفرمایید. پرونده ها آقای ترابیان تا عصری تکمیلش میکنی. ببین بذار روشنت کنم، ظاهرم یکم دوچار میساندرستندینگ شدید. شما حتی از لحاظ لول هم توی جایگاهی نیستی که به من بگید چی کار بکنم چی کار نکنم، چون لول شما پایینتره. من آقای ترابیان اینجا بالا، شما آقای ترابیان همین میزی که من پشتش نشستم، شما سه بار متوالی امتحان دادی. آقای ترابیان ببین، آقای ترابیان همه دفتر کارگزاری با هم رقابت دارن. دنیای بورس یعنی دنیای رقابت. من و شما هم با هم رقیبی. میدونین چرا؟
چون یه صندلی و هزار تا متقاضی. این اینو شما ببر با خودت خونتون، روش بشین 24 ساعته لذتشو ببر، چون هم گرش گرش صدا میده اصلا، اصلا من خورد کرده برشم. مدیر موفق مدیری که ایستادم بتونه کارشو دنبال کنه و من این کارو میکنم. چرا اعصابتون رو داغون میکنین؟ این همه پرونده برداشتین اومدین انداختی جلوی من انگار که از من طلبکاری. شما تا 2 بعد از ظهر امروز گزارش تو رو میز من باشه. موبایلتون آقا. آروم باشین. این پرونده رو تا اصلی تکلیفش رو روشن میکنی آقا. گوهر خانم جون. جانم این تا که باید روی سرم بمونه؟ مونده هنو داییدم. مطمئنی گوهر جون؟ کارم اینه قربونه، تنظیمش کردم، خودش کارش تموم بشه خاموش میشه. گوهر خانم زن سخت و مقاومی بود. اون سختی های زیادی رو توی زندگیش تحمل کرده بود و هیچ وقت از روزگار شکایت نکرده. حتی وقتی خبر مرگ پدر اسماعیل و مادر بهرام رو توی حادثه رانندگی شنید، سعی کرد آرام باشه. اون سختی ها رو تحمل میکنه و سعی میکنه که لبخند بزنه. فقط به دو دلیل، پسرش اسماعیل و حتی پسر حبوش بهرام. مریم ببین، من مجبورم یه جایی برم ولی زود برمیگردم. حواست باشه یه 5-6 دقیقه دیگه سر منور خانم آب کشی کن، نم کنندم یادت نره ها، اینجا تا دونشی بیت جمع بزوزه. بعدم کرم رنگ مو هرچی چیز اضافه هست جمع و جور بکن. 6 دون که حواست رو جمع کن، مشتری قدی بریم. سلام آقا، با من کاری داشتی؟ گفتم بیای بشین با هم یه دو کلم اختلاط مردونه بکنیم. و اسماعیل فهمیده بود برای رسیدن به موفقیت احتیاج به یک عنصر نفوذی داره. اسم کوچیکی چی بود تو؟ جواد. باریکالله آقا جواد. ببین جواد، من هر جوری فکر میکنم میبینم من و تو بد جوری باید حرف هم دیگر بفهمیم. احتمالا اگه جفتمون کوهی از استعدادیم که مردم بی خود و بی جهت فکر میکنن حالا مثلا به واسطه پارتی پدر و شوهر خواهر اینا اومدیم سر کار. نه اینجوری نیست. بله. توضیح بده برام. بله آقا، الان میگم. من بعد از 5 سال کار کردن اینجا الان باید نشستم اونجایی که شما نشستی. بله خب چرا نشستم؟ شما بگید. من از کجا بدونم؟ من شما تازه داری تعریف میکنی این قصه. بله. به خاطر همین حسادتو دیگه افتادم به درجه زدن. البته من کاملا درکت میکنم کامی جون. میدونی این میگم شما حالا منو همون آقای تورابیان صدا کنید، من رئیس شما هم ناسلامتی. الان این صندلی رو من روش نشستم. کلا درست بشین، منو بذار رو میز، من دارم حرف میزنم. این قلاپم بهتر. چی میگفتم؟ استعداد توانایی. جواب ببین جواد جان. من همین دقایقی پیش تصمیم گرفتم ریشه بی‌عدالتی رو برای همیشه از این کارگزاری بکنم. فقط احتیاج به کمک دارم. بعد ببینم خودتو چطوری نشون میدی. یه خدا رو چه دیدی، بلکه رفتم با آقای پیراسته صحبت کردم، دست رو گرفتم اون بودم نشوندم رو همون زد. اون وقت شما چی؟ حالا من وای میسم. ببین، مدیر موفق مدیریه که حتی ایستادن بتونه کارش رو انجام بده. حالا باید چیکار کنم؟ برخواست نباید بکنی، یه سری آمار میخوام. آمار؟ آمار کی؟
خانم کیانی؟ پروندهش پاکه پاکه، هیچ نقص و ایرادی هم نداره. تا اونجایی که من میدونم با مامانش زندگی میکنه. تفلکی باباشو توی تصادف از دست داده، مجرده. نامزدی؟ هیچی آقا، هیچ خبر نیست. ببین این الان خودش محل اشکال و شک و شبهه. چرا نباید ازدواج کرده باشه؟ چرا نباید نامزد داشته باشه؟ آقا من فکر کنم یه کمی افسردگی داره. یه کمی افسردگی؟ خانم روانیه. آره آقا روانیه، وگرنه یه آدم سالم تو سن و ساله این تا الان باید حداقل سه تا بچه داشته باشه. کریمی جان طرز فکرتو عوض کن عزیزم. داشتم میومدم اینجا، داشت میرفت سمت دفتر آقای پیراسه، فکر کنم داشت میرفت یه زیراب ملوی ازتون بزنه. ای خدا، آقا زنهایی که دیپرشن دارن هر کاری از دستشون ور میاد. البته شما نگران نباشید، من خودم حلش میکنم، با هم رفیق دیگه. آقای کرمی بگیرین، آقا شما برو به کار درست. بفرمایید. و در اون لحظه اسماعیل فهمید که غیر از مهناز زنهای دیگه‌ای هم در روی کره زمین هستند که اسماعیل باید از دستشون فرار کنه. اون نمیشه داد بهش. شازه کجاست؟ شازه چیزی شده؟ خواهش دارم. سلام. جا زدی؟ از کجا فهمیدید؟ آه از چشم که همه چیزو لو میده، ولی شما که هنوز چشای منو ندیدید. حرف آخرتو بگو. حرف آخر این که من فکر میکنم به درد این کارا نمیخورم اصلا. فکر میکنی به درد چه کاری میخوری؟ دیگه یه کاری که بی درد سر باشه. یه کار بی درد سر برای سراغ دارم. چی؟ بی درد سر ترین کار دنیا مردن. یعنی بمیرم؟ ترماندول. بله شازده. پولشو بهش برگردون. پول رو میخوام. ببین جوون، کسی که دنبال یه کار بی درد سر میگرده باید دنبال یه نون بخور و نمیر باشه. خیلی سخته میدونم، منم از صفر شروع کردم، ولی خیلی سختی کشیدم. میدونی چرا؟ چرا؟ چون قانع نبودم، میخواستم از خودم جلو بزنم. تو رقیب خودتی، با یه نگفتن نباید کنار بکشی، باید استراتژی تو عوض کنی. چی ما؟ روش تو. به کاری که میکنی ایمان داشته باش، بو بکش، دنبال آدمایی بگرد که مثل خودتن تا باورت بکنن. همین امروز پول میشه. خدا نگهدار. گذاشتی بره؟ برمیگرده. اگه تو از بر نگشتی؟ شک نکن. تا یه ساعت دیگه اینجاست، بلکه هم زودتر. بچه کجای استراتژیم غلط بوده؟
بشین تا برات توضیح بدم. ببخشید مثل که آقای پیراسته منو خواسته بودن. بله بله منتظرتون. سلام. بفرمایید داخل معلم. خبر شده با من بودی؟ کسی هست اینجا؟ کسی نیست که کار خودتو کردی بالاخره دیگه اخراج شدم رفت داره؟ اگه اخراج کردنتون به این راحتی بود که تا حالا 100 دفعه این کار کرده بودم پسر آقای تو را بیان. من نمیدونم چه هیزوم تری به شما فروختم باقا. هیزوم که نه ولی نمیدونم چرا یه جورایی حرصم رو در میاری. مشکل داری شما دیگه دست من که نیست. نه بزرگوار شما زیادی خوششانسی. این اولین بار در طی 35 سال زندگی اسماعیل بود که یکی بهش میگفت خوششانس. حالتون چطوره آقای تروبیان؟ حالم خوبه. حالم خوبه. خانم کیهی بهت گفت؟ بله بله بله. چی رو؟ زحمت جلسه کارگزارا میفته گردن شما؟ زحمت یعنی قرار بود من و خانم کیهی با هم بریم به جلسه کارگزارا ولی من نمیتونم برم. گفتم اگه قراره تو این کار بمونی بهترین کار حضور تو این جلسه است. هم با شرکت بورس آشنا میشی. بله. هم کارگزارا رو از نزدیک میبینی. این به نحوی نبض بورس میاد تو دستت. بله. درسته خانم که؟ بله آقا. دقیقا فرصتی که برای هر کسی خیلی کم پیش میاد. بعد کی باید بریم امروز که نه؟ میخوایی فردا بریم؟ خانم کیایی؟ نه خیر آقا الانم خیلی دیر شده. خواهش میکنم بفرمایید. شما تشریف ببرید. بله. من یه توضیحاتی رو باید با آقای ترابیان بدم. بله آقا. بعدم به شما ملحق میشه. بله آقا. بفرمایید یه سری مسئله خصوصی. بله بله. بفرمایید. من برم؟ من بله بله یه چیزایی هستی. لطفاً تشریف ببرید. با اجازه. عذر میخوام. حالا من باقیش رو بعدم. با اجازه. خواهش کنم. آقای ترابیان من پایین منتظرتونم. بله. دختر بدی نیست. نه اصلا قرقرش نشنیده بگی. ها اونو که اصلا من کلا نمیشنفم. آخ ببخشید. آقای تورا بیا. بیا آقا. آقا دیره هم شده. بفرمایی بفرمایی. واقعا میخواید منو با این چیز ببرید؟ این اصلا سیف نیست. خب میخواییم با ماشین شما بریم اگه سیف نیست. شما اصلا تصدیق دارید؟ من؟ نه پس من تصدیق؟ بله دارم؟ نه دارین میگم که دارم آقا. ببینم تصدیق؟ ببینم. ترابیان آخه با دیدن تصدیق کسی که نمیشه فهمید رانندگی درستی داری یا نه. اصلا از خود ماشین معلومه که راننده چیکار. آقا نیم ساعت دیگه جلسه شروع میشه. خواهش میکنم بفرمایید سوار شید. بفرمایید. آقای ترابیان دیر شده بفرمایید. خدای خودمون سوال دستتون.
خب دیگه بریم. خب چی شد آقا؟ همه اینا رو یه تنه گرفتیم؟ من یه جایی مست دیگه آقا، قطع که نکردم. خیلی دیرم شد. یا پیدم یا خودم. سکه خوب میخرم میشه دو نفر سه نفر خودم بود تیسی شما چیست؟ شما در کار بجا میکروفون آن همه توجه کنن که ما در یک کار به اسم نت ها کی پرسید نت چیه؟ شما پرسید ببینید نت یعنی همون نت نت حالا من خودم نمیدونم من میدونم فقط نته یعنی یه جا نوشته بودم که کو؟ لیستم کو؟ لیست؟ برش کن ببین مثلا ما یک لیست تهیه میکنیم و توش مینویسیم اسم کسایی که میخوایم بیاریم که پول بیارن و خریداری بشه خب اول میزنیم داداش بعد یکی دیگه لیست دوم هم میشه زنداداش نه زنداداش نه چون خودش اصلا توی سکه سکه هست سکه همون هم میگیره میره نه اوستا که اینقدر حرف میزن اصلا هم بلش کن همون داداش رو میاریم بعد داداش رو میاریم بهش میگیم که داداش کو این آقا ها آقا کو یا بگیم میگیم که شما میاید که وارد بشید ولی کچل هستید و نمیشه که چون مو ما آدم هایی میخواییم که موهای زیاد باشه نه با چی میگی؟ نبود گفت که ما چیز میخواییم که ببینید اصلا یک رو میاری خرید میکنه بعد اون یه خرید دیگه اون یه خرید همینجوری خرید میکنم ما قشنگ پولدار میشیم قشنگ پولا میاد بعد میگیم که آقا ما پولا رو همه رو میخواییم باهاش یه موتوری بگیریم قشنگ خیلی آها لیسته آرزو ها خانم ترمز کنید ماشین تو کنترل کنید یه ترافیک عادی اتفاق نیفته میگم شما اینقدر ترس چه آژانس هست اگر لطف کنید من پیاده کنید من خودم قول میدم که در اسرع وقت برسم به تو لطف کنید من باهاتون میام هنوز کلی آرزو دارم یه طرف هست با. یه طرف هست دور نظری خواهش میکنم دور نظری هر کاری بگید میکنم دور نظری بسن تو فهمی آقا فیلم آقا دیر شده جلد کامیونه امروز هوا خیلی بهتر شده نه خدا رو شد بایسا
بهرام اون روز دلش گرفته بود، ولی وقتی پاشو توی پارک گذاشت دلش بیشتر گرفت. پارک پر بود از آدمهایی مثل خودش، بیکار، بیار و با یه بغل رویا. تازه اونا رو که دید فهمید منظور اون شازده موقشنگه چیه. آفرین، آفرین که شما همه فرحریف هم هستید. یعنی اینجور که دارم میبینم الان توی چیز ببینم، بله، پیتزا فروشی، جوش پلاستیک، نصب بر محل، تعمیرات سقف، داروسازی، تعمیرات چی؟ آموزش سال چهارم شیمی. آقا جان، بله، تو اگه جای من بودی، فوق لیسانس داشتی، بیکار بودی، خانمتم پا به ماه بود، الان اینجا میشستی، الان دستت میگرفتی، دور اینو خط میکشیدی، به جای پیتزا فروشه که هیچی. الو سلام، تخلیه چا من دارم میام. واقعا فوق لیسانس داری؟ اولین بار دیگه پارک اومدی؟ آره، اولین بار اومدم که پارک. این آدم ها رو که نیمه رو من نشستم؟ کیا؟ همین که دور برات نشستم. بله میبینم. اینا نصفشون فوق دیپلم به بالا هستن، نصفشون چی؟ چی؟ سیکلم ندارن. اما صبح که میشه میشینن اینجا، قلم دستشون میگیرن، اینجوری خط قرمز میکشن. حالا تو جزء کدوم هستی؟ اولی یا دومی؟ جزء هیچ دسته نیستم، نه اولی نه دومی. ببین من جزء اون نیم درصد آدمی هستم که موفقم و تونستن خودشون بکشن بالا، اونم در سطح قاره دنیا و بین الملل. یعنی یه چیزی توی فکرشون بوده مثل من که تونستن پیشرفت کنن و آدم موفق بشن. ببین بله، بنده زنم دوم دیگه فارغ میشه. مبارک باشه، قربونت. ای چیز اون کلت داری؟ بریز برون که به درد من بخورم، اگه نه با پاشو برو. از کجا فهمیدی که من یه سی توی کلم دارم؟ ببین اونو میبینی؟ کدوم؟ برگرد برگرد. اونو دیدی؟ آره. درخت بید دیدی؟ آره میبینم. من توی یه موقعیتی قرار گرفتم که اگر به هم بگن اون درخت بید هم حاجت میده هم حرف بزنه، میگم بله، میرم بهش دخلی منده، خودم چار میخون درخت میکنم. فهمیدی؟ حالا اگه حرف داری به من بگو، اگه نه خوش اومدی. درست در اون لحظه بود که پرده ای از مقابل چشمهای بهرام کنار رفت. مهم نبود اون چقدر حرف میزنه یا چقدر خوب پرزنت میکنه، مهم این بود که آدمهایی که بهش چنگ مینداختن در حال غرق شدن بودن و به هر چیزی که سر راهشون قرار میگرفت چنگ مینداختن. آقا اینو بده به من، ببخشید الان بهتون توضیح میدم. میگم ببین من یه داداشی دارم، همیشه من نصیحت میکنه، میگه خواستن توانستن است، یعنی باید بخوای که بتونی. یعنی مشکل شما جوانا چیه؟ اینکه هیچ وقت نمیخوای که بتونی، یعنی نمیتونید که بخواید. مثلا شما پول میخواید، خب خیلی راحته، شما باید قشنگ بیاید بخواید که بشه، یعنی بیاید بگید که من پول میخوام، پول 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 میریزه براتون، پول 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 پول. برادر شما شانس باشه، من اون شانسم ندارم. نه اخه آقا، همه شانس دارم، فقط کافیه شما چشتو باز کنی ببینی شانس کجا هست کجا نیست. من نگاه کن، تو الان برام تعریف کن شانس یعنی چی. بگو شانس چیه، بگو. من الان بهت میگم شانسیه. شانس یعنی در موقعیت مناسب با آدم مناسب باشی. آقا الان موقعیت شما به این مناسبی، آدم مناسبم اینجا قشنگ خوشگل نشسته. شانس یعنی کی؟ من. شانس یعنی تو. تو که چی بیش تو جیبت معلق میزنه. از کجا فهمیدی؟ این شلوار پای منو میبینی؟ میبینم. قیمتش دو برابر اونی که پای توه. خب وقتی شیپیش تو این داره بال میزنه، برات هم داره ملق میزنه. آره بله. ببین اینو میبینی؟ منو. بله. هیچی. شده. شما برو من میام. برو حسان بیا. برو من میام. ای خدا
ای بی انصافا، برای چی به این تصدیق دادین آخه؟ تجارت ما یعنی همون نت سود و زیان و ضررش پای خودتونه، یعنی اگه بخواید پولدار میشید، ولی اگر بنا به ولبازی و این چیزا باشه از الان بهتون بگم پول بی پول هیچ چیزی نیستش. من خود من نیا کنیم، من دقیقاً یادمه که 6 ماه پیش از سرما یه شب چله زمستون قشم لبه یه دیواری هیچ جای خوابیدنم نداشتم، کبریت آخر تو دارم، من داشتم میمردم تمام، ولی یهو تو همون حال چشمم افتاد روی یه مغازه آرایشگاه خیلی بزرگ و قشنگ شیک شیک، صندلی‌های چرمی اونجا هستن، این چرمی‌ها رو هست. بعد آدم‌ها میمدن اونجا، موهای بلند قشنگ همه میمدن، این موها میریخ زمین، بوی این قیچی‌ها که میرفت تو الکل شلاب اینجوری میمد بیرون، بوی تمیزی میداد. خیلی حالا بعدش چی شد؟ بعدش من درست 6 ماه بعد 6 تا فروشگاه زنجیره‌ای آرایشگاه دانا رو انداختم. یعنی من نه ها، یکی از دوستام تونست، همون دوستم که خب اونم البته آرایشگاه که نه، ولی مثلا 6 تا نونوایی رو انداخت، چون نونوایی خیلی دوست. حالا الان من نگاه کن از تک تک چشمای شما دارم میخونم که حرفای منو اصلا باور ندارید. درست هم هست، برای اینکه خب من لباس نوام الان تنم نیست که شما مثلا باور کنید من این کارو بعدا، من الان لباسای کهنه‌مو پوشیدم برای اینکه ریا نشه، لباس نوام مونده تو خونه دیگه. باشید برید کمی سر کار هست. نه 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 آقا بشین، آقا نه نه سر کار نیست آقا، بشین بشین یه لحظه، بشین آقا، بشین آقا، کجا برن شما؟ میخوای پاشی بالا بالا اون بر دیگه، شما کجا پاشید برید؟ اصلا جایی دارید غیر از اینجا برید؟ از اینجا بلند بشید برید مثلا اون بر اون ورتا زیر اون آفتاب لم بدید، یه ساعت واسه خودتون علاف و بیار و بیکار بگردید. اگه یک کدوم از شما یک کار دیگه ای سراغ داره که میتونه خیلی پول ازش در بیاره به من بگه دیگه، بگو بگو تو بگو تو بگو، کی میخواد بگه؟ بابا هیچی ندارید الان، اینجا بلند شید گفتم میرید اون بر برای خود. من خودم 6 ماه پیش همینجوری بودم بابا، از صبح تا شب میمدم اینجا زیر همین آفتاب واسه خودم یه طرف ول 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 لم 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 همینجوری بر خودم بودم. قشنگ اینقدر که زیر آفتاب نشسته بودم شده بودم مثل این آفریقایی‌های سیاه‌پوست هستن که گرما زده میشن از سرما، سرما میخورن، یعنی اونجا گرمه. حالا هرچی میشه، حالا اصلا به اونا کاری ندارم بابا، من تونستم موفق شدم، برای اینکه داداشم همیشه نصیحت میکنه خواستن توانستن، یعنی اگه بخوای میتونی قشنگ پولدار بشی پیروز بشی، بنابراین از من یاد بگیرید، من تونستم این کارو کنم. به جای اینکه اینجا بشینید برای خودتون لم بدید و ولو بشید روی چمنا، بلند شید بیاید رو پله های موفقیت، چشماتون رو ببندید و از ته دلتون برای اینکه پولدار بشیم با آرزو برسیم، با هم بلند یک صدا میگیم مرگ بر بیکاری، مرگ بر تنبلی، مرگ بر بیاری، مرگ بر ول ول ول، مرگ بر لم لم لم، درود بر رویاها، مرگ بر پارک. همه رفتن کسی دوروبرم نیست. ترابیان نمیدونم، آقای کامیار ترابیان لطفا به اطلاعات،
یعنی از بستگان آقای ترابیانه. ترابیان کیه؟ محی‌الدین میگم دیگه. اون که دوست خودتونه. من یه بار بیشتر ندیدم. آقای ترابیان آقای کامیون. خانم اگر اسم منو صدا نزنید، شما یه بند دارید اسم منو صدا میزنید. خانم کیای کارتون داشتن؟ خیلی خوب، الان من دیگه اینجا میگه لطفاً دیگه اسم منو ببخشید. چشم صدا نزن. باشه چشم. ای اسم منو صدا میزنید شما؟